سلام خطیفم، چطورید؟ اومدم امروز با همدیگه اعلام کنیم که دخترها همه ناز هستن، انسانهای خاص هستن. البته نمیدونم ربطی داشت یا نه، خلاصه بهتون میگم قراره که یه سری تیک تاک ببینیم که فقط دخترها میفهمن، یعنی الان پسرها که این ویدیو رو میبینن قراره نفهمن، ولی خب احتمالا من براشون توضیح میدم که اونا متوجه بشن. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، زودتر بریم ببینیم چه چیزایی رو فقط دخترها میفهمن که پسرها نمیفهمن. ببینیم چه خبره. میگه که وقتی دخترها دکمه شلوار جینش رو باز کنن واقعا حس خوبیه. وای خدایا، من نمیدونم چقدر دکمه اذیت کنه، لعنتی. بعد یه داستانی هم هست، مثلا میری بیرون، خب مثلا اون موقعی که داشتی میرفتی خب شکمت خالی بوده، غذا نخوردی و اینا، بعد غذا که میخوری بلوپ شکمت میاد جلو، بعد این دکمه هست، این دکمه پلاستیک. حالا فکر کنیم مثلا در مورد پسرام صدا میکنه، البته نه، چون من اکثر پسرایی که دیدم کمر شلوارشون قشنگ گشاد بوده، یعنی اصلا تنگ نبوده براشون، مثلا ما دخترها همش تنگه. خلاصه این دکمه ها اینجوری باز میکنی لذت بهشتی هست. میگه این یه نشونه است که بری از باسنت عکس بگیری با مایتای بفرستی برای کراشت. خیلی هم طبیعیه، اصلا هم کسی شک نمی کنه. این هم یه لایف هک بود دیگه بچه ها. البته من واقعا تا حالا عکس اینجوری نگرفتم بفرستم برای سینام، حتی همیشه همون چیز واقعی که بوده، جولده پوله در بود آقون و اینا. ولی خب دختره که مثلا خیلی دنبال اینه که خوشگه به نظر برسن، مخصوصا جلوی کراششون، حتما از این لایفکاتون رو تو کامنت ها بنویسید که بقیه هم استفاده کنن. مامانا وقتی با دخترشون حرف بزنن دقیقا میگه که مثلا باید بهتر باشه ظرف رو شسته باشی، چه بدونم کل خونه رو تمیز کنی، ماشین لباسشو رو بزنی فلان. آه با پسرشون. واقعا همینه، واقعا همینه. به من نمیدونم چرا مامانا اینقدر بین دختر و پسرشون فرق میذارن. یعنی من واقعا اینو تجربه کردم، چون خودم داداش دارم و مثلا مامانم اینجوری بود که چرا ظرفا رو نشستی، چرا این کار نکردی، چرا اون کار نکردی، بعد داداشم تو زنگ میزد وای پسرم نهار خوردی فلان چیزو میخوای، باشه الان پول میزن به کارت. حتی یه اتفاق سمی که افتاد میدونید چی بود؟ مامان من ترکیه بود، داداشم زنگ زد گفت پول میخوام، مامانم از اینجا با بدبختی وصل شد به اپلیکیشن بانکیش، پول زد براش. چرا؟ واقعا چرا؟ چرا انقدر تبعیض؟ چرا انقدر تفاوت؟ اصلا دلم خون از این مسئله. دختره بدون هیچ دلیلی ساعت 3 صبح بره موهاشو کوتاه کنه خودش بدون هیچ کمکی. من یه آرایش کردم میتونم کار انجام بدم. مطمئنم اینو همه ی دخترای کره زمین تو کل جهان، نه تو کل جهان، یه بار برشان خودشون چتری زدن و گن زدن تو موهاشون. من که این کار کردم و همه دوستان هم میدونم این کار کردن و مطمئنم شما دختر عزیزی که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید حتما این کار انجام دادید. اگر انجام ندید یه روزی انجام خواهید داد. بله میگه که کلی چیز میز گرفته دستش، مثلا خیلی عجیبه زنان این کار میکنن. راست میگه ولی پسران کار نمی کنن اصلا. من تا نیستم اصلا دوتا چیز میگیره دستش کلافه میشه. آقا میخوام یعنی تست کنم با هر چی رو میذارم. یه دو بطری آب گنده، گوشیم، عینکم، این کنترل چراغه، این اتکل سینه که نمیدونم چرا اینجاست. تازه بازم دستم جا داره، یعنی کلید میدید قشنگ میتونم بگیرم دستم. بیا اینم یه سکه اینجا واسه نیسته که اینجا چی کام که واسه حسن ختام جریان. میبینید این همه چیزو گرفتم دستم و خیلی راحت میتونم اینا رو هم کنم ببرم. البته این سکه داره اذیت بکنه، به دو سکه ماجیک. این دختر میرن دستشویی کنن ولی لباسشون یه تیکه است. مطمئنم که پسر اصلا نمیدونن از این لباسای سر همی که میپوشی به چی میگن. یه اسم خیلی خوبی داره که الان اصلا یادم نمیاد. بعد میخوای دستشویی کنی، بعد بالا تا پایین کلا در بیاره و خیلی حس بدیه، مخصوصا مثلا اگه یه رستورانی باشه، یه مهمونی باشه، یه جور خیلی زاغارتیه، بدترین حس دنیاست. دختر داره از کنار اکسش رد میشه، دوست داشت.
و ببین یعنی دقیقا همینه، یعنی 100% همینه. یعنی دوست پسر سابق آدم مثلا شاید من نسبت بهش اینجا باشم میگم حال اصلا برام مهم نیست، ولی دوستای آدم میخوان طرفو جر با جر بکنن. خلاصه حواستون به دوستای دوست دخترتون باشه. دختر چجوری ماشونا خوش میکنن، میدارم جیل ناناسی خوش میکنه مثل یک پرنسس، و میگه دختر برا چجوری ماشونا خوش میکنن. چرا این روش به ذهن من نرسیده بود میخوام اینجوری خوش کنم؟ چرا؟ یه لایف هک دیگه بچه ها، اینم میتونید استفاده کن. دختر بیا پسرها رو گیج کنیم، چیکار میخوای بکنی؟ اینجوری نشسته و اینجوری میشینه. پسرها میدونین معنیش چیه؟ البته میم از این زیاد هستا، قطعا دیدید میمشو توی اینستاگرام و این ور اون ور، ولی خب این داستان اینه که این ولی وقتی به سمت دوست پسرت نشستی یعنی با هم اوکیید و آشتید و هیچ مشکلی با هم دیگه نداری، ولی وقتی اونوری میشینی یعنی قهری. اینو حواستون باشه به طرز نشستن دوست دخترت، اگه اونوری نشسته بود سریع یه جوری از دلش در بیارید دیگه، حتی با اینکه نمیدونید چه اتفاق افتاده ولی سعی کنید از دلش در بیارید. پسرها وقتی شکمشون چاق میشه ورزش میکنن، دخترها یه شلوار فاق بلند. وای خدای چه خوب بودی. ولی جدا شلوار فوق بلند خیلی آدمو خوش هیکل نشون میده. خب حتی اگه لاغر هم باشی باز خیلی فرم هیکلتو خوب نشون میده. بعد الان که دور شلوار فوق کوتاه داره مود میشه، من میگم اینجوریام که چرا آدم باید اینا رو بپوشه؟ مثلا خیلی آدمو بد هیکل و زشت نشون میده. ولی لاغر باشه اون فوق کوتاهی کوتاه رو بپوشی قشنگ پهن به نظر میره. واسه همین من هیچ موقع شلوار فوق بلندو ترک نمیکنم. دوباره میخواین پسرها رو گیج کنین، چیه این صندلیه؟ صندلیه چه اتفاق قرار بیفته؟ نمیدونم. خودم هم گیج شدم. کسی میدونه برام تو کامنت ها بنویسه که داستان این صندلیه چیه؟ اصلا هیچ آیدیایی ندارم، اصلا هیچ چیزی به ذهنم نمیرسه، حتی بخوام الکی واسه خودم چرتی پرتی تفسیرش بکنم و دلیل بیارم و مثلا میگم به این دلیله. لطفا تو کامنت هم بنویسید منم از گمراهی در بیارم. فقط پسرها رو گیج نگرد، فکرم نصف دختر رو هم گیج کرد با این ویدیو. وقتی چشتو میخوانی و یادت میره ریمل زدی، وای خیلی این اتفاق بده، هنجی موند. وای 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 وای، حالا فقط هم ریمل نیستا، مثلا فکر کن میکاپ هم کرده باشی، خط چشم و سایه و فلان و اینا، اینو بخارنی قشنگ تمومه. تمومه تمام. یه وقتی که این قرنجات ها خیلی هاتن، الکی خودش انداخت زمین، مثلا حالا بعد خوردم زمین و اینا اینا، بقیه شد چه اصلا بهش اهمیت ندادن. دقت کنید بهش بنده خدا، خورد زمین شاید پاش شکسته باشه، شاید به کمک شما دوتا نیاز داشته باشه. چرا انقدر بی توجهی میکنی؟ رفتار اصلا شایسته نیست. ببین من به این نکته دقت کردم، آقا این غریق نجات های لب ساحل تو همه جای دنیا هم خوش هیکلن هم قیافه هاشون خوبه، من نمیدونم چرا. اینجا هم یه غریق نجاتی بود خیلی خوب بود، اصلا چرا واقعا اینجوریان؟ حالا اوکی مثلا میگیم قد و هیکلشون باید مثلا ورزشکاری یا اینا باشه چون باید برن نجات بدن اینا، قیافه هاشون چرا خوبه؟ اصلا اینکه از رو قیافه و هیکل اینا رو انتخاب میکنن لعنتی ها رو. دفعه رفتید یه جا دریا غرق نجات پسر بود، حتما دقت کنید همشون خوبن، همشون. میدم تو اتاقم موزیک گوش میدم و یهو شونه رو میبینه، بروسش رو میبینه و به عنوان میکروفون ازش استفاده میکنه. نه تنها بروس بلکه هر آبجکت دیگه که بشه به عنوان میکروفون استفاده، مثلا این. شروع میکنم به خوندن باهاش، البته الان نمیخونم چون صدامو مسخره میکنید. مدلای مختلف دختر تو همون، کسی که همجوری وای میسه زیر آب داغ، اونی که جیش میکنه نه، اونی که گریه میکنم نه، اونی که میخونه یس، این منم، این خود منم. نمیدونم تو همون چقدر صدا آدم خوب میشه، مثلا داد میزنی عربده میزنی آهنگ میخونی صدا اینجوری اکو میشه خیلی قشنگ به نظر میرسه. بعد همون از همون بیای بیرون با همون صدا بخونی، حالت از صدای خودت به هم میخوره. به واسه همینه که من همیشه احساس میکنم که توی یک سالن کنسرتم و شامپوها کسایی هم که دارم به حرفم به آهنگم و به صدای قشنگم گوش میدن تو همون، مطمئنم شما هم همینجورید. پس حالا شما هم که همینجورین لایک رو بذارید. دیدی مثلا از سر فرصت میخواه استفاده کنم واسه که لایک بگیرن.
ولی نه کلا با ویدیو حال کردید. میگه هیچکی اون دختری که لگین پوشیده تو مدرسه اینجوری راه میره؟ والله ما که ندیدیم. ما که ندیدیم کسی لگین تو مدرسه بپوشه. والله. مثلا ما بدبختی یه شلوار میدادن به این مدرسه خمره‌ای وای میساد، بعد فقط هم کمرش کش بود. خب این چه سیستمی؟ قشنگ شلوار کردی بود آقا. قشنگ شلوار کردی بود. بعد خیلی هم تاکید داشتن که او به ترکیب این شلوار دست نزنید و همینو باید بپوشید، همین زاقارت در و داغون زشت. نمیدونم چقدر اصرار داشتن ما زشت باشیم تو مدرسه. مثلا الان زشتی و زیبایی ما چه تأثیری تو درس داره؟ خب آدم زیبا باشه روحیش بهتر میشه، با فکر باستر میتونه درس بخونه. هی لباس زشت به ابرو سیبیل گیر میدادن. بذارید زندگیمونو بکنیم. واقعا کسی که خارج از ایران درس خوندن خیلی حال میکنه، یعنی قشنگ راحته، دغدغه اینو نداره که بره ابرو برداره، نمیدونم اینو بپوشم اونو بپوشم، دیگه یه چیز عادیه واسش. بعد یه جوری به ما گیر میدادن مثلا انگار چی کار میکنیم. متاسفم خودتون اصلاح کنید مدیرها و ناظم ها. 5 دختر و 1 پارک دوبل. نمیتونه پارک دوبل کنه؟ خب یعنی چی؟ خجالت بکش. الان فکر کنم همه دختر اینجوری هستن. نه خیر، همه دختر اینجوری نیستن والا. خب اینجوری باز میکنه. آها ناخونه بلند. حتی من هیچ وقت ناخونم انقدر بلند نبوده، ولی خب بلند بوده و مخصوصا تو باز کردن در کن مشکل دارم همیشه. خیلی سخت. واسه اینجوری هم باز نمیشه از بغل. الکی اینا همش. خب چیکار میکنه؟ اتوموشو برداشته. آه لباسشو اتو میکنه. چرا من تا به امروز این کارو انجام ندادم؟ چرا؟ یعنی واقعا صاف میشه؟ میشه دیگه، اتوه دیگه، چرا صاف نشه؟ این خیلی خوبه. من همیشه مشکل اتو کردن تیشرت ها مخصوصا دارم و این خیلی روش خفنی که بعد یه دقیقه اتو کنی. این از یه لایف هک خفنه دیگه، واقعا تاثیرگذار بود و من ازش استفاده میکنم. خب بچه این ویدیو هم تموم شد. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو لایک بکنید که یه پارت تیک تاک هایم که فقط پسرها میفهمنم درست بکنم. تا یه ویدیو دیگه خدافظ.